سوال ما این هستش که شما برای درک عینی و شناخت واقعی دغدغه‌های مردم از چه روشی معمولا استفاده میکنید؟ حضور پیدا میکنید در میان مردم یا اکتفا میکنید به مکتوبات و حرفای اطرافیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و تبریک میلاد با سعادت هست معصومه سلام الله علیها و تبریک روز دختران ایران زمین. البته تبریک بانوان و دختران عزیز ما زمانی است که سهم آنها از زندگی و اقتصاد داده شود. بانوان ما 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ولی فقط 13% از اقتصاد ملی سهم دارند. این سهم باید افزایش پیدا کند. دولت ما برنامه‌ای که برای فعال کردن بانوان دارد از خانه آغاز می شود تا کسب و کارها، تا ورزش، تا اداری کشور و در هیئت دولت. بنابراین ما یک برنامه جامعی برای مشارکت دادن بانوان عزیز کشور داریم. مسئله دیگری که مهم هست این است که با شعار و وعده دادن نمی شود به مشکلات مردم رسیدگی کرد. اولا دولت باید یک شناخت کامل از مشکلات کنونی کشور و همچنین مشکلات 8 سال آینده داشته باشد، بداند چرا این مشکلات پیش آمده و چه راهکارهایی برای حل مشکلات کنونی و مشکلات 8 سال آینده باید داشته باشد. به همین دلیل دولت ما هم دولت عملیاتیه هم دولت راهبردیه. یعنی ما الان میدونیم علل مشکلات کنونی کشور اون علل اصلی چیه و همچنین پیشبینی ما در رابطه با مشکلات 8 سال آینده، این پیشبینی ها را ما داریم و راهکارهایی هم که برای اونها داریم راهکارهایی است که کاملا کار علمی، پژوهشی و کارشناسی رو اونها صورت گرفته. اما مهمترین مشکلی که امروز دغدغه مردم هست این بی‌اعتمادی هست. به ما کاندیداها مردم اعتماد نمی کنند، کما اینکه هنوز اون یخشون آب نشده. البته 7 روز وقت است، انشالله ملت ما تو این 7 روز تصمیم تاریخی خواهند گرفت. مسئله اصلی این است که تا اتفاقی می افتد دولت مردان نمیرن با مردم گفتگو کنن، صحبت کنن، میگن همینی که هست. اشتباه میکنن نمیرن از مردم عذرخواهی بکنن، میگن همینی که هست. صبح مردم بلند میشن میبینن بنزین 3 برابر شده، میگن آقا چرا اینطور شده؟ میگه همینه که هست. این باید پایان پیدا کنه. دولت ما به همینه که هست پایان خواهد داد. ما اگر جلوتر از خود مردم در حل مشکلات ندویم، عقبتر از مردم نیستیم. دولت ما دولتی است که خواهیم گفت بیایید، نه اینکه بروید. لذا ما خط مقدم مشکلات، نگرانی ها و دغدغه های مردم خواهیم بود. دولت ما 3 تا برنامه مهم دارد: برنامه در سطح ملی، برنامه در سطح مناطق و مناطق کشور و برنامه در سطح اقتصاد زندگی. اقتصاد زندگی همون چیزی که من اسمشو گذاشتم طرح کفایت زندگی که 5 محور دارد. یکی یارانه 450,000 تومانی. هی نگویند آقای رضایی شما این منابع رو از کجا میارید؟ خیالتون راحت باشه، اگه شما دزدی نکرده باشید ما کار با شما نداریم. اما منابع این کار رو به لطف پروردگار متعال مشخص کردیم و حتما به 40 میلیون در وهله اول و 60 میلیون در وهله دوم من یارانه 450 هزار تومان خواهم داد. بخش دوم کفایت زندگی، مسکن سهل و ارزان با اقساط 50 ساله، اونم از همه بانک ها، نه تنها بانک مسکن است. مسئله سوم کسب و کارهای خانگی است. مسئله چهارم توزیع 30% سهام صنعت نفت کشور ماست. این اقداماتی که ما انجام میدیم در حقیقت به کفایت زندگی میرسیم، یا اقتصاد بدون فقیر، یا ایران بدون فقیر. در سطح مناطق که در استانها چی کار میکنیم و در سطح ملی که 14 پروژه بزرگ در کل کشور اجرا میکنیم،
اینها اون معماری نوین اقتصاد ایران است، ولی این معماری نوین اقتصاد ایران بدون اصلاح از درون قدرت امکان پذیر نیست. ممنونم. بدون اینکه مدیریت و حکمرانی رو ما درست کنیم امکان پذیر نیست. اصلاح از درون قدرت، دوم باز معماری اقتصاد ملی، شامل این سه بخش رو انشاءالله انجام خواهیم داد.